کمیته استیناف رأی خود را در خصوص پرونده تبانی فوتبال ایران اعلام کرد. طبق این احکام عبدالحمید رمضانی مدیر عامل باشگاه پاس همدان، امید طیری سرمربی این تیم، ولی خلف معاون اجرایی باشگاه مذکور، آقایان حیدرعلی کامیاب مدیر عامل وقت باشگاه برق شیراز و محسن زاهدی بازیکن تیم فوتبال مذکور، مصطفی اخمی مربی تیم فوتبال شهرداری بندرعباس و پژمان شاهپری و شاهین مجیدی بازیکنان تیم و هادی موسوی بازیکن تیم فوتبال فولاد یزد اعمالشان مستاق تخلف از نوع پیشنهاد نامشروع و تبانی موضوع ماده 40 آیین‌نامه انضباطی بوده و با محرومیت و جریمه نقدی محکومیتشان تایید شد. برخی دیگر از متهمین نیز با تقلیل محرومیت و برائت از تبانی روبرو شدند. دو هفته دیگه 13مین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران آغاز می‌شود و باشگاه پرسپولیس همچنان در آستانه تغییر مدیریت قرار داره. آخرین اخبار از تغییرات در هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس حکایت از اون داره که محمد رویانیان به زودی جایش رو به فرد دیگری خواهد داد. گفته میشه وزارت ورزش و جوانان قصد داره ناصر شفق مدیر عامل پیشین باشگاه ابومسلم، پاس تهران و تراکتورسازی تبریز رو به عنوان مدیر عامل انتخاب کنه. پیش از این از اکبر غمخوار به عنوان جدیدترین گزینه برای مدیر عاملی نام برده شد که وی این موضوع را در گفتگو با خبرگزاری‌ها رد کرد. وی تاکید کرده حاضر نیست مدیر عاملی پرسپولیس رو بپذیره اما حضور در هیئت مدیره رو خواهد پذیرفت. جعفر کامبوزی رئیس سابق فدراسیون شطرنج هم که جدال لفظی با علی دایی داشته عضو هیئت مدیره خواهد بود. با فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا گفتگو می‌کنم که از طریق اسکایپ از شهر کاسل آلمان با ماست. آقای غریب ضمن وقت بخیر به شما. پرسپولیس به عنوان یکی از پرطرفدارترین باشگاه ایران همچنان قربانی اختلافات مدیران و مسئولان رده بالای وزارت ورزش است. آخرین خبرها از تغییرات احتمالی در این تیم چیست؟ سلام می‌کنم به شما و همه بینندگان و شنوندگان. آقای مادی اجازه بدین اول تبریک بگم پیروزی‌های اخیر تیم ملی والیبال رو که همه هواداران ورزش رو خوشحال کرد، مخصوصاً این دو برد آخرشون در کوبا. بله، پرسپولیس این روزها آبستن حوادث زیادی البته از ماه گذشته بوده. البته اینم باز بگم سالیان سال همین گونه است، مخصوصا قبل از شروع مسابقات لیگ برتر تو این چند سال گذشته همیشه همین گونه بوده. یه زمانی مشکل انتخاب سرمربی جدید رو داشتن، حالا که سرمربی علی دایی رو انتخاب کردن، بازیکن‌ها رو گرفته، به قول خودش بازیکناش هم با خواسته خود ایشون بوده، حالا این مسئله وضعیت مدیریتی و مدیر عاملی این باشگاه هست. امروز در سایت ها خبرهایی بود مبنی بر این که همونجور که شما اشاره کردی آقای شفق بیاد، ولی ببینید این تغییر و تحولات اینگونه هیچ دردی رو دوا نمی کنه. 13 مدیر عامل در 13 سال گذشته به قول آقای رویانیان مدیر عامل فعلی در پرسپولیس عوض و بدل شدن، یعنی این یه رکورد، هیچ جای دنیا اینجوری نیست. اینو من نمیگم، اینو خبرگزاری مهر بخش ورزشیش امروز میگه آقای امادی، که هیچ جای دنیا همچین کاری رو با یه تیم پرطرفدار نمیکنن. استقلال هم همین گونه است، آره استقلال وضعش به گونه دیگری، مشکلات مالی داره. برگردم به همین پرسپولیس، علی دایی صحبت کرده که آقای کامبوزیا رو نمیشناسه. آقای کامبوزیا امروز در سایت گل من خوندم همین یک ساعت پیش که گفته که اگر یک چوب خشک هم مدیر عامل بشه باید تمکین بشه. همین من اشاره بکنم آقای امادی به سه تا مسئله، سه تا ضرر، دو تا ضرر مالی و یه ضرر معنوی. پرسپولیس در خبرها اومده بود که حدود 350,000 دلار داد به وینگادا، طی یکی دو روز گذشته باش تصفیه حساب کرد که آقای وینگادا شکایتش از فیفا پس بگیره. پرسپولیس 1,500,000,000 تومان محکوم شد که بده به اسپانسر قبلی که روی پیرهن آقای رویانیان عوض کرده بود اسپانسر رو. پرسپولیس تیم نونهالانش دو سه روز پیش به خاطر یه دست نبودن، نداشتن پیرهن آماده سر زمین، باخت سه هیچ بازنده اعلام شدن. اینا همه در اثر ندانمکاری های مسئولانه. چرا به غریب شما به گفته های آقای رویانیان اشاره کردید که گفتن که رکورد زده تیم پرسپولیس، اگه موافق باشید قسمتی از گفته های آقای رویانیان رو که در گفتگو با واحدی خبرنگار دوربین خبرساز شبکه خبر گفتگو کرده با هم ببینیم و بشنویم. ادامه سوال ما از شما خواهم داشت. اصلا اصول مدیریت همینه، از اصول مدیریت اینه که رکورد رو نذاری همبله. خب 13 سال 13 تا مدیر، حالا 14 سال بر میشه خداییش با 14 بیاد دیگه. آخه اصول داره، اینه میگن اصول، این از اصول واضح و مسلم مدیریته. اگه من خدا گفتن شما رفتی خواستگاری چی شد؟ گفت 50% حل شد. گفت چی شد؟ گفت ما دیدیم خوشمون اومد. گفت اون چی؟ گفت من باید جواب بده. ما الان 50% هستیم مدیر عامل، 50% واقعش دست خانواده عروسه. چرا آقای غریب کارهای اقتصادی بقید. محمد رویانیان تا چه اندازه مؤثر بوده؟ به هر حال پرسپولیس در نتیجه گیری نتونست در حد خودش باشه و با وجود هزینه بالا در لیگ 12 و جام حذفی در واقع به جایی نرسید. چرا عده خواستار ماندن رویانیان هستند؟
بله، جواب سوال خبرنگار شبکه خبر آقای واحدی رو این گونه داد که 50% دست خانواده عروسه. ببینید آقای مادی، همیشه همین گونه بوده. آقای رویانیان صرف نظر از اینکه سردار و از سپاه اومده و به هر حال اصلا از جنس ورزش نیست، ولی به قول خود اون آدمایی که پیشکسوتای پرسپولیس و آدمایی که دوره بر فوتبالن، بخش اقتصادی رو حداقل وضعیتش از نظر مالی از استقلال یا از چند تا دیگه تیم دیگه بهتره، ولی این چاره کار نیست. شما نمیتونی 2-3 میلیارد بدی یه بازیکنی رو که یه گلزن بوده تو تیم سابق خودش، بعد بیاد سال گذشته اینگونه اصلا توی تیم ملی هم خط بخوره. اینا همه این پول کافی تنها نمیتونه موفقیت یک باشگاه، یک تیم فوتبال بزرگ رو به دنبال داشته باشه. ببینید اینها 13 تا مدیر عامل در عرض 13 سال یه فاجعه است برای فوتبال. حالا ما داریم در مورد فوتبال صحبت میکنیم، در سایر بخشام اینجوری آقای مادی، اگر وضع به این منوال پیش بره، هر کسی الان بیاد مدیر عامل پرسپولیس بشه نمیتونه. ببینید آقای حبیب کاشانی همه میگفتن مدیر عامل خوبیه، در صورتی که نه، ایشون هم اهل فن نیست، ایشون شاید یه کت خدای خوبی باشه، ایشون شاید یه آدم خوبی باشه، در یه جایی کار کرده باشه، بتونه مثلا کمک‌های مالی بکنه یا همین آقای رویانیان، ولی این کار احتیاج به تخصص داره، احتیاج به تجربه داره، احتیاج داره به سرمایه‌گذاری، احتیاج داره به برنامه‌ریزی دراز مدت، احتیاج داره به ورزشگاه ساختن. نگاه باید عوض بشه آقای مادی. به عنوان سوال آخر جناب غریب، در بین گزینه‌های حضور در هیئت مدیره نام مهدی مهدوی‌کیا هم در واقع در گزینه‌ها بوده، شما تا چه اندازه خوشبین هستید به حضور یک فوتبالیست مطرح در هیئت مدیره؟ 100% بسیار کار خوبیه. اگر آقای مهدوی کیا قبول بکنه و بیاد توی هیئت مدیره پرسپولیس، به نظر من یه تحوله. آقای مهدوی کیا اینجا تو آلمان تو تیمای بزرگ تو هامبورگ بازی کرده، بعد به هر حال فوتبال روز دنیا رو آشناس، حداقل زوایا دید آقای مهدوی کیا خیلی فرق میکنه با دید این آدمایی که الان بالا سر باشگاه‌های ایران هستن. متاسفانه اون دفعه دو هفته پیش ما یه صحبتی داشتیم، اگر خود توان بچه‌ها، توان فنی بچه‌ها، بازیکن‌ها نبود، ما این موفقیت هم تو تیم ملی نداشتیم. این یواش یواش من می‌خوام نگاه رو بکنم به رئیس ورزش ایران. اینها همه این مجموعه آقای عمادی باید فنی باشه، باید به مجموعه نگاه فنی داشت، نگاهی داشت که برنامه‌ریزی بشه برای ورزشگاه. حالا من اون دفعه چند ماه پیش هم صحبت کردم، یه ورزشگاه رو، ورزشگاه آزادی رو منها بکنید از تشکیلات زیرساختی فوتبال. یه تیم، مثلا تیم ونزوئلا میخواد بیاد، یا یه تیم شیلی بخواد بیاد ایران با یه بازی دوستانه، آقای کارلوس کیروش درخواست کرده بکنه، کدوم ورزشگاه اگر ورزشگاه آزادی نباشه میتونه بره این بازی دوستانه آبرومند انجام بشه؟ بله، متشکرم. فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا که از شهر کاسل آلمان از طریق اسکایپ با ما گفتگو کردید، متشکرم از شما. منم متشکرم.